عصمت حقی و بانوی مظلومین، نوری از کوثر حضرت معصومین. از قدوم تو قوم مدینه ای دیگر است، طلعت قدسیت آینه مادر است. عرض سلام و روز بخیر داریم به خدمت تک تک شما بینندگان عالی قدر، بینندگان خوب برنامه روشنا، و همچنین عرض تسلیت داریم به مناسبت فرارسیدن رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. امروز هم در خدمتان هستیم با موضوع صحبت راجع به شخصیت گرانبها و عالی قدر این حضرت بزرگوار. خانم عالمی کاشاس محترم برنامه با ما هستن. سلام خانم عالمی، خوش آمدیم به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکار عزیزم و همه بینندگان محترم. من هم تسلیت عرض میکنم رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را به همه محبین و دوستداران اون بزرگوار. انشاءالله که ما بتوانیم با مطالعه زندگانی ایشان در زندگی خودمان یک تغییرات ایجاد کنیم و از ایشان الگو و سرمشق بگیریم انشاءالله. در نخست خانم عالمی بیان که راجع به بیوگرافی و زندگی نامه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با ما صحبت کنیم و بگین که چی زندگی داشتن و چطور زندگی میکردن تا بیشتر بینندگان عزیز ما با شخصیت والای ایشان آشنا بشن. بله، خب حضرت فاطمه معصومه همونطوری که همه میدونن واقعا بین مردم یک موقعیت خاصی داره به لحاظ شباهت اسمی که ایشان با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه داره، و از اونجایی که خب ما شیعیان خب برای ما حضرت فاطمه زهرا بسیار ارزشمند هست و از یک جایگاه خیلی ویژه‌ای برخوردار داره، و ایشان خب میبینیم که قبری و مزاری نداره، برای این حضرت فاطمه معصومه بسیار حائز اهمیت هست و یک و از این لحاظ میبینیم که بیشتر مورد توجه قرار گرفته. یک تسلای خاطر است برای محبین اهل بیت. دقیقاً همینطور است و این ظاهر قضیه است، ولی که خود حضرت فاطمه معصومه ایشان خودشان که بودن، ایشان دختر حضرت امام کاظم علیه السلام و مادرشون نجم خاتون هستن که بسیار معروف بودن، که در زمان خودشون میگفتن یک خانم، یک بانوی عالمه بودن و بسیار مورد اعتماد و مورد محبت و علاقه اهل بیت بودن این خود نجم خاتون. بنابراین خب از سمت پدر که خب مشخص است، از سمت مادر هم یک بانوی بزرگوار مادر ایشان بودن. ایشون در سال 173 قمری به دنیا آمدن. زمانی به دنیا آمدن که بسیار جالب هست که حضرت نجم خاتون فرزند اولشون امام رضا علیه السلام بوده و سالها انتظار یک فرزندی میکشده، و حضرت فاطمه معصومه دومین فرزندشون بوده که بعد از 25 سال خب ایشان متولد میشه. یعنی فاصله سنی حضرت امام رضا علیه السلام با حضرت فاطمه معصومه 25 سال هستن و این بسیار نکته جالبی هستن. و خب ایشان در این خاندان پرورش یافتن در زیر سایه پدر بزرگوارشان حضرت امام کاظم علیه السلام، و زمانی که امام کاظم علیه السلام به شهادت رسیدن در تاریخ گفتن که ایشان 10 سال داشتن، 10 ساله بودن و خب خیلی طفل بودن، و از همون زمان سرپرستی هم ایشان و هم سایر فرزندان امام کاظم علیه السلام به امام رضا علیه السلام واگذار میشه، و بعد خب این تحت سرپرستی یک امام معصوم دیگری به نام امام رضا علیه السلام ایشان تربیت میشن و اونجا رشد پیدا میکنن. خب امام حضرت معصوم سلام الله علیها جزء فرزندانی بودن که در بین فرزندان امام کاظم علیه السلام میگفتن که بعد از امام رضا علیه السلام یک کسی نبوده که از دختران و پسران از لحاظ علمی و معنوی بتانه که با حضرت معصومه مقایسه بشه. یعنی ایشان از درجه هم علمی و هم از درجه معنوی از سایر فرزندان امام کاظم علیه السلام به جز امام رضا ایشان از همه مقدم بودن، بالاتر بودن. و خب در منابع تاریخی بسیار برای ایشون فضائل و مقامات علمی هم بیان شده، هم مقامات معنوی. اینطور نبوده که ما بگیم که خب در
بین زنان مسلمانان. خب اینها چون صرف فقط دختر یک امام بوده و او فقط صرفاً به این لحاظ برای ما ارزش داره، بگیم که خب یک ارزش معنوی داره، چرا که چون دختر یک امام معصوم بوده، خواهر امام معصوم بوده، به لحاظ وفاداریش به پدرش یا برادرش خب ما بریم ایشان را زیارت کنیم و همینقدر، یعنی واقعاً بسنده نمی کنه. اینها اون چیزی نیست که ما با اونان یک شیعه بگیم که خب ما را اغنا کنن روح ما را، و ما باید بدانیم که چرا حضرت فاطمه معصومه اینقدر ما در این دوره که الان وجود داره در شهر قم یک پایگاه علمی و معنوی درست شده و بسیار زائرین بسیار زیادی هست، سراسر دنیا ایشان دارن. خب قطعا اینها در روایات اگر جستجو کنیم به مطالبی برمیخوریم که واقعا شگفت زده میشیم که چطور میتونه که در یه خاندانی که در او زمان در او اوج خفقان و مشکلاتی که حضرت امام کاظم علیه السلام داشتن، یک دختری که خب مجرد هم بوده، یعنی حتی در روایات شر آمده که خب ایشان ازدواج نکرده، حالا این زیاد مهم نیست، اما این سن کمی که جوانی که ایشان داشتن بسیار خیلی مهم هست که یک دختر جوانی که 27 یا 28 سال سن داشته به این مقامات علمی و معنوی تانسته دست پیدا کنند. بسیار عالی و بسیار هم جای افتخار است بر ما که در بین در بین اهل بیت خود که برشان ارادت خاص داریم چنین اشخاصی هستند که مایه سربلندی امت اسلامی میشن و بسیار عالی و خوب است. از بین از ویژگی های اخلاقی حضرت فاطمه معصومه بر ما یکم بگیم خانم عالمی. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایشان در بین اهل بیت بسیار محبوب بودن، یعنی یک طوری بوده که ما حتی در روایات آمده که حضرت قبل از این که خب حضرت فاطمه معصومه خب بیایه به دیدار برادر بشتابه و در راه ایشان فوت کنن و در قم به خاک سپرده بشن، از پیش حتی ائمه بزرگوار ما مثل حضرت امام صادق علیه السلام اینها نوید داده بودن که خب ما یک شخصی از ما در قم به خاک سپرده میشه، در اونجا یک حرمی درست میشه که و هر کس او را زیارت کنه مثل و با معرفت او را زیارت کنه بهشت بر او واجب میشه، یعنی در این حد شخصیت ایشون از پیش حتی معرفی شده برای شیعیان. ولی خب در این که ویژگی هایی که حضرت معصومه سلام الله علیه داشتن در یک مقام علمیشون بسیار در بین اهل بیت زبان زد هست، یکم که مقام معنویشان در خصوص مقام علمی میتونیم زندگانی حضرت معصومه را به دو قسمت تقسیم کنیم، یک دوره کودکی هست و یک دوره جوانی که خب ایشان خب در سن خیلی کمی هم رحلت فرمودن. در دوران کودکی بسیار میگفتن که حضرت معصومه ایشان شخصیتی بودن که همواره مورد تربیت بودن، یعنی هم پدر بزرگوارشون و هم برادرشون در تربیت ایشان در اینکه بخواین ایشان را یک شخصیت علمی بار بیارن همواره ما زیر دست پدرشون و برادرشون در حال آموختن علم بودن. حالا این علمی که ما میگیم که شاید در مورد حضرت فاطمه زهرا بگیم که خب حضرت فاطمه زهرا یک علم لدنی داشتن مثل ائمه بزرگواران مثل بقیه امامان، اما حضرت فاطمه معصومه خب بس بر اساس اون استعدادی که داشتن ایشان خودشان کسب کردن، کسب کردن از جانب پدر بزرگشان و برادر بزرگوارشان. گفته شده که زمانی که ایشان خیلی خردسال بودن در اون زمان خب بسیار رسم بوده که سال یک بار یا دو بار تمام شیعیان از سراسر کشورهای اسلامی در زمان امام کاظم علیه السلام اینها وارد مدینه می شدن و خب هم برای تمامی عمرات هم می آمدن، اینها وجوهات را برای امام کاظم علیه السلام می سپردن، هم اگر سوالی داشتن، حالا این سوالات می تونسته یک سوال شرعی باشه یا هر سوال دیگه ای باشه، سوالاتشون از محضر امام کاظم علیه السلام می پرسن، خب با جواب بر می گشن. خب همین ها کسانی بودن که خودشون می تونستن مبلغان
افکار و عقاید و احکام شیعه باشن بله. و همین که میتوانستن یک دیداری تازه کنن با امام کاظم علیه السلام. در یکی از این سالها که امام کاظم علیه السلام خب در گفته شده که در تاریخ نقل شده که ایشان در سفر بودن، خب یک کاروانی وارد شده طبق روال سالهای گذشته و خب ایشان حضرت امام کاظم علیه السلام در منزل حضور نداشتن. وقتی که این افراد میان و خب سوالات خودشان را اینها مکتوب میکنن، حضرت معصومه در اون زمان گفته شده که 9 ساله یا 10 ساله و یا 8 ساله بوده، در این سن بوده، در دوران کودکی بوده. در نهایتش میتونسته 10 ساله باشه، چرا که زمانی که امام کاظم علیه السلام به شهادت رسیدن حضرت معصومه فقط 10 سال سن داشتن و خب بسیار خردسال بودن. گفته شده که این سوالات را خودشون گرفتن و همه را بسیار دقیق اینها را پاسخ داده و دادن به اون افراد. خب اینها هم با خوشحالی که خب ما بر حال نتونه دست خالی هم نیامدیم از مدینه، راه افتادن به سمت سرزمین هاشون. وقتی که در راه در هنگام بازگشت اینها با امام کاظم علیه السلام روبرو میشن، وقتی که با امام کاظم روبرو میشن این سوالاتشون رو به همراه اون پاسخ ها به ایشان تحویل میدن و وقتی ایشان این پاسخ ها رو که دختر بزرگوارشون در این نامه ها مکتوب کرده بودن میبینن، بسیار شادمان میشن و چند و سه بار میگن که فداها ابو هاینه پدرش به فدایش. واقعا این همچین موردی رو که وقتی که آدم یه همچین جمله رو میشنسه فقط یاد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اون رفتارشون با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میفته و میگیم که بنابراین حضرت فاطمه زهرا شخصیتی نیست که بگیم تکرار نشدنی هست. یعنی هر کسی میتونه، حالا نشاید حضرت فاطمه زهرا بشه، اما میتونه جا بر قدم بر قدم ایشان بگذاره، شبیه ایشان بشه بله. و الگو بگیره از ایشان. سپاسگزارم شما. بریم با یک میان برنامه کوتاه، بعد از او باز هم در خدمت شما خواهیم بود. معصومه تفسیر معصومیت است که روزگاری در مدینه طلوع کرد. معصومه اقامت قربت است در روزگار قربت نگاه ها. تفسیر بلند تبعیت است از ولایت. نگاه سبزی است که از معصومیت سرچشمه می گیرد. معصومه ترجمان بلند عاشوراست و قصه با زینب همسفر شدن. فلسفه شیدایی است و غزل ماندن و بودن. معصومه قصه بلند مدینه تا خراسان است، سر سلسله تنهایی. برایتان از بانوی سخن میگویم که همانند زینب علیها سلام که برای قیام قربانی داد و خورشید عاشورا را با صبرش تعریف کرد. او هم با قدمهای پرحیاتش به سرزمین کویری قم حیات بخشید. برایتان از بانوی سخن میگویم که بارگاه زیبایش پناهگاه دلهای عاشقان است. به نیابت از شیعه در نیمه شبهای کویری قم سر بر آستان حرم حضرت دوست میسایند و برای ظهور گل نرگس دعا میکنند و از بانوی کرامت برای شکوفه دادن درخت اجابت استمداد می طلبند. ای بانو، ای میراث دار قربت و رنج، شانهای زمین کولبار رنجت را عاشقانه بر دوش خواهد کشید و تاریخ رد قدمهایت را در مسیرها و جاده ها خواهد پیمود. از این پس تمام پرده ها راز تو را
نجوا می کنند. در میان شهر مانند گوهری درخشان هستی، دردانه موسی بن جعفر علیه السلام و عزیز امام رضا علیه السلام. برای دل غبار گرفته از گناهمان دعایی کن. بی بی جان، محتاج به عنایتت هستیم. شفیع عید و سرا یا حضرت معصومه علیها السلام. سلام بر تو بانوی آب و آینه ها، سلام بر تو ای زیباترین مطلع غزل های عاشقی، سلام بر نجابت دست ها و کرامت نگاه هایت. السلام علیک یا فاطمه معصومه سلام الله علیها. یک بار دیگر رحلت جانگداز حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، بانوی با کرامت قوم، را خدمتتان تسلیت عرض می‌کنیم و امروز در برنامه روشنا راجع به شخصیت والا مقام ایشان با هم صحبت‌های داریم. خب برمیگردیم به ادامه بحث. خانم عالمی، راجع به مقام علمی حضرت فاطمه معصومه در دوران کودکی صحبت کردین و بریم سراغ دوران جوانی ایشان که مقام علمی ایشان را بر ما توضیح بدین. میشنویم از شما. بله، خب همونطور که گفتیم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، خب در روایات بسیار آمده که ایشان یک شخصیتی بودن که در جزء محدثین هستن، یعنی محدثه هستن، یعنی از ایشان احادیثی بر جای مانده که نقل کردن. خب این محدث یعنی کسی هست که علم حدیث را به صورت کامل یاد داره. اینطور نیست که بگیم که خب محدثه کسی هست که خب یه گفته را همینطور بدون این که بخوای به او علم داشته باشه تکرار کنه و او را نقل کنه. بله. محدثه یک شخصیتی هست که یا محدثه کسی هست که علم حدیث را کامل بلده و واقعا کسانی که خب امروزه خب در دروس علمی رو میخوانن میدونن که علم حدیثی که علم بسیار مشکلی هست. این واقعا اگر کسی میتونه در بحث احادیث و حدیث وارد بشه که مطالعات و اون داشته هاش بسیار زیاد باشن. و حضرت معصومه از در مورد ایشان گفته شده که ایشان محدثه بودن، یعنی برخی احادیث از ایشان نقل شده. احادیثی که خب از ایشان نقل شده بسیار کم هست و علت شاید ای باشه که خب ما در منابع شیعه خودمون کلان منبع شیعه همیشه کم بوده، بخاطر اینکه همیشه تاریخ نویسا جزو غیر شیعیان بوده و اگر چیزی هم بوده اینها خب در اثر گذشت زمان خب از بین رفتن. ولی خب یک 4-5 تا حدیث از ایشان نقل شده و معروف ترین حدیثی که از ایشان نقل شده یک حدیث منزلت و حدیث قدیر هست در خصوص وصایت حضرت امیرالمومنین علیه السلام هست که ایشان نقل میکنن از چند 4 یا 5 پشت که باز برمیگردن به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و این احادیث را نقل میکنن. و یکی دیگر حدیثی است که معروف هست به حدیث حب آل بیت علیهم السلام.